به نام خالق هستی بخش سبت سبت گل واجه های سلام و سلامتی را تقدیم شما بیننده های عزیز به خصوص شما هموطنان عزیزم میکنم و امید دارم که جور و سردمند باشین در هر جایی که هستین. بیننده برنامه روشنا هستین و بسیار خوشحال هستم که امروز شما عزیزان ما را همراهی میکنین. بله عزیزان، به هر حال امروز هم با شما عزیزان هستیم با موضوعات بسیار خوب و مفید مثل همیشه. اما شما میفهمین که به هر حال همه ما در زندگی یک سری وظایف داریم. من به عنوان مادر، شما به عنوان مادر، مسلم است که نسبت به اولاد و نسبت به همسرتان و خانوادهتان یک سری وظایف داریم. شما پدر عزیز، شما هم همچنان یک سری وظایف نسبت به خانواده، نسبت به فامیل و اولاد و همسرتان دارین. حتی نسبت به پدر و مادرتان، نسبت به خواهر و برادر و همچنین اگر بیایم به خانواده گسترده فکر کنیم، به کل اعضای خانواده، همه ما یک سری وظایف داریم. نسبت به جامعه و ای که یک شهروند بسیار خوب باشیم ما وظایف داریم. نسبت به خدای بزرگ خودمای وظایف داریم. و اما وظایف مهمتر دیگه هم ما و شما عزیزان داریم و او وظیفه ای است که ما منتظر واقعی هستیم و در دوران غیبت امام زمان ما هم یک سری وظایف های بسیار مهم و اساسی داریم. فکر میکنین او وظایف چی میتونه باشه؟ بله، امروز موضوع برنامه ما همی هست، وظایف ما در دوران و در عصر غیبت. ببینیم که به خصوص ما همسران، ما خانم ها و ما بانوان عزیز، ببینیم که وظیفه ما چی هست در عصر غیبت و چه باید بکنیم تا ای که جزء منتظرین واقعی امام زمان ما باشیم. خواهر خوب ما خانم حسنات همراه ما هستند در استودیو. سلام علیکم میکنیم خدمتشان و خوش آمدید میگم و در رابطه با این موضوع با شما عزیزان گفتگو و صحبت خواهیم کرد. سلام خانم حسنات و خوش آمدید. علیک السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر الناصر المهین. منم سلام هدای تحیت و احترام دارم به حضور شما و همه دست اندرکاران این برنامه و هموطنان خوب و محبوب میهن اسلامی ما. زنده باشین، یک جان تشکر، لطف دارین خانم حسنات. اما قسم که گفتیم ما وظایف های زیاده داریم در زندگی، به عنوان یک انسان، به عنوان یک مادر، پدر، اولاد، به عنوان یک بنده خدا وظایف زیاده داریم. اما مهمتر از همه ای که ما در دوران یا در عصر غیبت هستیم، امام زمان ما نیست و ای که ما چه وظایفی باید داشته باشیم و چه وظیفه مهمی را در قبال ای که به هر حال ما جز منتظرین واقعی ایشان قرار بگیریم، چه وظایفی داریم به خصوص ما خواهران و ما بانوان؟ در رابطه با این که در عصر غیبت یعنی دوره پنهان زیستی حضرت مهدی عجل الله و تعالی فراجه و شریف هست، زن و مرد، همه انسان ها و حتی همه بشریت دارای یک سری وظایفی هستند که اگر بخواهن که در این دوران که ما حضرت را نمی بینیم و اونا ما را می بینن، یک سری وظایف باید داشته باشیم و به نحو احسن انجام بدیم تا زمینه ظهور آقا بشه. بله. چون ما منتظران هستیم. بله. یعنی ما باید منتظر چشم برا باشه. منتظر یعنی چی؟ یعنی کسی که چشم برا هست در مقابل یک چیزی که برش پیدا بشه، یعنی ظهور کنه. درست. ما جمله امون اشخاص هستیم. در این دوره چیزن چی مرد اگر خود را منتظر واقعی آقا بدانن، حتما باید به یک سری وظایف عمل بکنن که اون وظایف زمین ساز ظهور مهدی موعود بشه. چون این از مسلمات است که در انقلاب حضرت مهدی زن و مرد سهم دارن. بله. و زنان هزین قاعده مستثنا نیستن. درست. پس ما اگر بخواهیم که بگیم آقا ظهور کنه، ظهور مهدی عجل الله تعالی یک سری مقدمات داره که باید مقدماتشه ما زنان منتظر رعایت بکنیم. یعنی اگر بخوایم خود ما را جز منتظرین واقعی حساب کنیم و بگوییم بله. که ما جز منتظرین هستیم و این را باید ثابت کنیم. ثابت نباشه کنیم. که بگوییم بله. ما در زبان بگوییم که ما جز منتظران هستیم.
ولی خب هیچ کاری هم پیش نمیگیریم، هیچ کاری هم انجام نمیدیم. یعنی درست. جز منتظران یک سری قوانین و قواعد را باید رعایت بکنن که نیست مثل اون انسان هایی که بی‌تفاوت زندگی میکنن یا همش زندگی و معیشت دنیا را گرفتن. خب حالا در این حصه اگر زنان مستثنا نیستن، زنان هم سهیمن در این انقلاب، قبل از انقلاب عزت مهدی چی وظایف دارن؟ بسیار خوب، ما در این مرحله که عصر کنونی هست این وظایف را باید مشخص کنیم که انشالله زنان منتظر در جهان اسلام زیاد است و همه دعا میکنن، تضرع میکنن به پیشگاه الهی وقتی با این رنج و مصیبت دنیا آشنا میشن، با این اختلافی، با این ظلم و ظالمی، با این بی‌عدالتی دعا میکنن که خدایا مهدی ما را برسان. بله. اون کسی که عدل داد برپا میکند باید ظهور کنه، باید بیاد مسلمانان حتی بشریت را نجات بده. خب با این دعا که نمیشه، انسان باید در این زمان، در این ایام، در عصر انتظار، در عصر غیبت باید یک سری وظایف داره که باید انجام بده. وظایف زنان بله بله گرچه مثل مردان هست ولی از مردان تکبودی هست، تنا باید خود برسانند. بله. خودشان تقوا داشته باشند، خودشان باید خود رشد تعالی بدن، خودشان باید خود به کمال برسانند. اما از زنان دو وظیفه هست، یکی وظیفه خودسازی و دیگر وظیفه دیگر سازی، یعنی اجتماعی، خانوادگی. ما اول می پردازیم به اون وظایفی که زنان باید به خودسازی بپردازن. زنان وقتی که خودساز بشن، خود آماده بکنن، یعنی چاق و فربه کنن، بخورن، بیاشامن، ای تماشا داشته باشن، ای دنیا دوستی و خرید و فروش و معامله داشته باشن، اهل تکثر باشن. نه، زنان باید خود را از لحاظ روحی و روانی بسازن، خود باید مرجع بسازن، خود باید الگو بسازن، خود باید اون تربیت کننده نسل آینده و منتظر بسازن. پس چی؟ وقتی که نسل منتظر میخواین تربیت بکنن، اول باید خود بسازن. بله. خود چگونه باید بسازن؟ روح و روان خود را از هر نوع پلیدی و ناپاکی پاک بسازن، مظهر تقوا باشن، ایمان قوی داشته باشن. بله. در مقابل مشکلات صابر باشن، در مقابل ناداری های زندگی شوهر و خانواده باید صابر باشن. درست. قناعت داشته باشن. زن منتظر باید پوشش و حجاب داشته باشد. زن منتظر باید الگو و سرنوشت خوبی برای جامعه و زنان جامعه باشد. یعنی با رعایت از اینا شخصیت خودش و روح و جسم خودش تشکیل میده، تشکیل میده و میسازه. بسیار عالی. وقتی که این شخصیت ساخته شد، یعنی منتظران خود صالح میشن. بله. یعنی خود مصلح میشن، میتوانن دیگران هم اصلاح بکنن. یک مادری که خدای نخواسته به فکر انجام واجبات نباشه، به فکر این باشه که وظایف اجتماعی رو چگونه رعایت بکنه، اماش به فکر این باشه که معیشت زندگی دنیا رو برای خود بسازه، دنبال خرید و فروش باشه، دنبال رفتن با بازار و مسائل بسیار حفت و باطل باشه، دنبال سیال و سیالداری باشه و چشمه باشه. اینا خود ضربه میزنه به روح و روان خانم و نمیتونه که دیگران رو اصلاح بکنه. بله. لذا زنان در اوزه پاکسازی، یعنی خود باید بسازن، ایمان و تقوای قوی داشته باشن و در مقابل هر نوع ناسازگاری های دنیا یک سازش دینی و انسانی را باید اینا روی کار بیارن. دقیقا. بله. که در زندگی خود هم موفق باشن و هم کمک کننده و یاور خوب بر همسران خود باشن. بله. و بر بچه های خود و بر زنان خانواده و جامعه باشن. دقیقا. ما دیدیم زنان که مظهر تقوا بودن، مظهر ایمان بودن. بله. یعنی الگوی خوب بودن، در جامعه عزیز بودن. بله. چون عزت دست خدا است. بله. خداوند بله. به چه کسان عزت میده؟ به او کسانی که خودشان، یعنی خود
ارجو به اصطلاح احترام گذاشتن، رشد و تعالی دادن و سعی کردن خود به کمال برسانن، به خداوند بله نزدیک بکنن. نزدیکتر کنن به و این جز خداوند. با تقوا این کمال به دست نمیاد. انسان باید در این راستا کوشش بکنه. و ما زنانی داریم در عالم که امروز روز در واقع الگوی به اصطلاح و اون نماددار یک جامعه هست و کل خانواده به نظر نیک به اونا احترام میکنن و میبینن که فرزندانشان هم خوب تربیت شدن درست. چون مادر خوب و شایسته در کنار خود داشتن. بله. پس اینجا زنان اگر ما در جلسات آینده انشاءالله مطرح میکنیم که نه تنها در حوزه خودسازی، نه تنها در حوزه اجتماعی، حالا در تمام ابعاد زندگی باید زن در عصر غیبت یک سری مسائل را باید رعایت بکنه. بله. که انشاءالله در بود فرهنگی، در بسیار بود عالی. تهاجم فرهنگ غرب اینا هم بگید باید ما توضیح بدیم برای عزیزان خود. یعنی کلا خانم اسنات میخوایم میره برشان بگویم که مادر عزیز، خواهر گل ما، شما صرف وظیفتون این نیست که در کنج آشپزخانه فقط دیگ و کاسه کنین. بله. یا اینکه فقط بشینین و به فکر ازی باشین که خب من انال امروز چی بپوشم، کجا برم، چی کنم، در این مجلس چی بکنم. ما وظایف های بسیار مهمتر داریم. مهمتر داریم که خود بله. انسانیت بالا میبره. دقیقاً. یعنی شخصیت یک زن بالا میبره. یک جمله بسیار بیانه واضح هست که وقتی یک انسان از لحاظ تربیت و اخلاق و روح و روان رشد میکنه و در بین جامعه این رشد تعالیش انعکاس پیدا میکنه، مسلمه که دیگران به او توجه دارن. یعنی میتونه یک انسان موفق و یک زن موفق باشد در بله، جامعه خود. بله. اینجا ما چند مثال میزنیم که زنان که برای این کمالی که میخواین به دست بیارن، به این اوج و رفعتی که پیدا بکنن و این وظایفی که در عصر غیبت باید انجام بدن که انشالله مهدی موعود فراموش نمیکنه و انشالله اینا زنان هستن که در رکاب آقام حضور دارن. بله. در اون انقلاب بخیر سهیم هستن، حتی میگن بمیرن این خانما دوباره زنده میشن، حیات پیدا میکنن در کنار آقا. بله. حضور پیدا میکنن و در سنگرهای نبرد هستن. حالا اون که باز آقا انشاءالله چی وظایفی رو برای زنان مشخص میکنه. بله. انشاءالله سر جای خودش دلست. باید بخیر انشاءالله روش بحث بشه. حالا خب فعلا ما در دوران غیبت بحث میکنیم، وظایف زنان غیبت. در دوران غیبت. بله. اینجا وقتی که یک زن در بین خانواده فکر نکنه که در کنج آشپزخانه هست یا در بازار فلان چیز اومده باید بره استفاده کنه بخره، توانش نمیکشه. فلان لباس آماده ولی توانش نمیکشه. فلان چیزی که باید مهیا کنه که دلش میخواد ولی مهیا نیست، زن اینجا صبوری داره. اینه میگن زن عصر غیبت. شوهرش مریض است، شوهرش فقیر است، حالا پیش اومده تقدیر قسمت این انسان نمیتونه که همه چیز به زور از خداوند بخواد، چون خداوند حکیم است، برای بندگانش همه چیز با وقت با ساعتش عنایت میکنه. حالا بی صبری و بی قراری از جمله خواص زنان عصر غیبت نیست. صبر و تحمل در مقابل اون چیزی که مقدرات از طرف خداوند برایش داده شده. بله. پس ما میگیم که چی؟ اگر هر انسانی راضی به قضای الهی باشد میتونه خدا از جمله زنان عصر غیبت بداند. درست. خب ما نمیگیم که زنان عصر غیبت همش در آسایش باشند، همش همه چیز برشان فراهم باشه، همه چیز داشته باشند، شوهر خوب، خانه خوب، زندگی خوب، اولاد خوب. نه، یک سر امتحانات هم هست. بله. که خداوند همه بندگانش را در این دنیا مورد آزمایش قرار میده. درست. سختی ها، فقر، بیچارگی، ناداری، اون چیزهایی که تو نیاز داری در زندگی میسر نمیشه، همهش مورد آزمایش است. ابتلاعات به این گرفتاری ها در دنیا هم مورد آزمایش است. لذا زنان اگر گرفتار بشن، اگر چیزی براشان مهیا و میسر نباشه، فرزند خوب ندارن، حالا فرزندشان مریضه یا شوهرشان مریضه یا مثلا بله. فقر دارن، به هر حال سختی و مشکلات رقم رقم بله. هست در زندگی. بله. میکنه بله. در انسان، یعنی در زندگی بر انسان وارد میشه. زنان منتظر مثل کو در مقابل این مشکلات استادن و صبر میکنن
فقط به خدا پناه میبرن تا خداوند انشالله بهشان جبران کنه و بله. پاداش عنایت کنه. البته خب یک گپ همینجا هست خواهر ما خانم حسنات عزیز، مثلا گاهی وقتا سعی سری سختی ها و مشکلات در زندگی انسان هست، درست؟ ما تو رو میخواییم برای از اینا بیان کنیم و بگویم که صبر و استقامت و بردباری بسیار میتونه گپ مهم باشه در زندگی ما، ولی خب به این مقدار هم نیست، یعنی طوری هم نیست که مثلا ما بگویم که خب اینی سختی و مشکلات است از طرف خدا آمده دیگه ما میسازیم و میسوزیم. بله این گپ هم بله. تا حدود در مقابل مشکلات بله وظیفه هر انسان است که باید مبارزه بکنه. خب بالاخره یعنی باید راه حل هایی بله، پیدا کنه بله، که بتونه او سختی ها را برطرف کنه، تغییر بده، بله، پناه ببره به خداوند. تو نباشه که دیگه پیش نه بگویه که خود دیگه نه دیگه دیگه نمیست دیگه پیش آمده دیگه نمی ما رو به طور میسازیم میسوزیم همیشه آره. دیگه مجبور هستیم دیگه در این روزگار خود بد یعنی باشیم. انسان نباید این صبر و بردباری گفته نمیشه دیگه نه نباید به تفاوت باشه، این تلاش خدا بکنن. یک زن خانواده حتی در مقابل سخت‌ترین لحظاتی که در کنار شوهر خود استاده هست، شوهر مثلا درآمدش اکتفا نمیکنه برای خانواده، با وجود که مشکلات خانوادگی یعنی شست و رفت و اشپزی و همه چیز متحمل میشه، بازم در کنار همسر خود یاور خوبی هست. یعنی بله. چی؟ یعنی میتونه اندکی از هزینه های زندگی رو به دست بیاره. بله. ما برای زنان قاعده و اصول داریم که هر زنی اگر بتواند معیشت زندگی خود درست پیش ببره، اولاد خود، خانواده خود به نحو احسن برنامه خوبی داشته باشه، میتونه یک مقداری هم در کنار همسر هم کاری داشته باشه بله. تا یک سری هزینه های در زندگی کمک خانواده و همسرش باشه. لذا زنان منتظر نمیگیم فرموده شما که اما چیز باید تحمل کنن بشینن که بس دیگه ما عصر غیبت باید بشینیم تحمل کنیم تا آقا بیاد ما رو نجات بده. البته تا آقا ظهور بکند مهدی موعود عجل الله و تعالی فرج و شریف انقلابش برسه، ما باید انقلابی باشیم. ما باید برای ظهور و زمین سازی اون انقلاب فعالیت هایی داشته باشیم. نه. یعنی هر کدام از اشخاصی که در این دنیا زندگی می کنن از زن و مرد داره یک سری مسئولیت هایی هستن. بله. ما امروز میخواییم بله که روی بحث این مسئولیت ها بحث کنیم، موضوع رو مورد بررسی قرار بدیم و بحث مسئولیت زنان. درست. قبلا گفتم که مسئولیت زنان تنها در قبال خودشان نیست، در قبال خودشان و دیگر در اجتماع، بله، در افراد، در تربیت انسانها و تربیت نسل آینده بشر. بله. برای چی؟ برای زمین سازی ظهور. ما خود جمله منتظران هستیم. ما به این عقیده و ایمان هستیم که یک روز شخصی مثل حضرت مهدی ظهور می کند و بله. به اسم خداوند بندگان خدا را از ظلم و استبداد نجات میدهد. بله. امروز روز دنیا دنیای فساد و فسق و فجور و ظلم و استبداد شده. امروز روز همه انسان ها درک میکنند که بالاخره همه در خطر افتادن. با خود وجود انسان طبیعتا درک میکنه که یک کسی هست که به قدرت خداوند یک منجی هست که بله. از این ظلم و رنج و مشقت نجات دقیقا. بده. دیگه حال سختی های روزگار سختی قدر زیاد شده که همه به واقعیت پشت از این هستن که یک منجی باید باشه که ما را نجات بده. بله. حالا او کسی که اعتقاد داره خب میفهمه که منجیش کی هست و میگه همیشه اللهم عجل لولی کلفر. بله. ولی خب باز کسی که نداره اعتقاد، حالا خب مثلا کسایی وجود دارن در جهان که اعتقاد نداره، نمیشناسه، نمیفهمه، خب حتی او هم طبیعتاً احساس میکنه که بالاخره این دنیا به پایان میرسد، یعنی اگرم نرسد بالاخره کسی هست که وسط انسان ها میاد و قصه و عدالات بله. بپا میکنه انشالله. خب در این سه عوضه خودسازی اگر زن ایمان قوی نداشته باشه جامعه میلخسه، حتی خانواده ها، جامعه، مردم، اجتماع همون میلغزه. یعنی اگر زن با پایبندی وظایف و مسئولیت های خطیره که داره خوب پایبند باشه و خوب انجام بده، هیچ وقت هیچ فردی از جامعه به انحراف نمیره.
به خاطر چی؟ به خاطر که این زن برالابه که خود ساخته تربیت کننده دیگر انسان هم هست. یعنی باید متوجه اولاد خود، حتی آموزش و پرورش اولاد دیگران و مربی فرزندان دیگران در جامعه باشه. پس ما به زنان چه وظایف سنگین، وظایف سنگین بله. به زنان توصیه باید داشته باشیم، به خواهران خود، به عزیزان خود، به همه همکیشان خود، که باید در قبال تربیت انسان ها در عمه میادین باید سهم داشته باشند. پس چی؟ خودشان باید تحصیلات داشته بله، باشند. بله. خودشان باید درس بیاموزن، خودشان باید درس بخوانند، خودشان باید مکتب برن، مدرسه برن. نشود که در یک جامعه اسلامی، در یک جامعه که این امام مساجد و حسینیا دارالقرآن آموزشگاه های فرهنگی دینی برپا باشه و یک زن مسلمان قرآن بلد نباشه، غافل باشه از کل از اونا، بله. و یک زن مسلمان احکام خود بلد نباشه. این از واجبات است که واجبات خود باید بیاموزه. دقیقاً، بله. نشود یک دختر مسلمان اگر ازدواج بکنه احکام و واجبات خود بلد نباشه. ما چقدر سعی داریم که دختران خود جهاز تهیه بکنه، دختران خود به اصطلاح آماده زندگی بکنیم، باش که این مجلس گرفته شود، باش که چیزا تهیه شود، تا خواهشات نفسانیش برآورده بشه، بله. ولی به این فکر نیستیم که باید آموزش احکام این دختر خانم بره. مسائل اخروی از او چی میشه؟ مسائل اخروی و وظایف بندگی و نسبت به خداوند، واجبات و یعنی همه احکام باید بلد باشه. وقتی که یک دختر آشنا میکنه با این وسایل و این امکانات مدرن، این یخچالا، این نمیفهم که اوجا گاز یا فلان یا جهاز، حتما باید تو آشنا بسازه. ما که همش برای زندگی دنیا هست نشدیم. دقیقاً ما که نامدیم اینجا بمانیم، باید بریم. بله. پس باید بریم، چی یک سری وسایل امکانات هم داشته باشیم که بریم، دست خالی باید نریم. درست. پس انجام واجبات از جمله وظایف زنان است. بله. که باید خودشان انجام بدن. درست. تا اینکه فرزندانشان هم از مادران خود یاد بگیرن. خب پس ادامه صحبت‌های ما باشه بعد از یک میان برنامه‌ای که تقدیم عزیزان می‌کنیم و امیدوار هستیم بعد از میان برنامه همچنان ما را همراهی کنیم. خداوندا، زندگی سرشار از هزاران نگرانی است و ذهن از یک فکر و سوی فکر دیگر پرواز می کند. در میان چنین هیاهویی شنیدن ندای خاموشی که در قلبم با من سخن می گوید دشوار است. خدایا مرا موهبت آن بخش که ذهنم در کشاکش این قوقای روزمره بر تو متمرکز باشد و هر روز دقایقی با تو ارتباط برقرار کند. چنان متبرکم کن که ندای تو را بشنوم و سیمای تو را که پر از لطف و زیبایی است و چشم دل مشاهده کنم. مهربانا، هزاران شکر که در کنار من هستی و قرار و آرام دلهای بیقرار من. جز تو چه جوییم و جز تو که را خوانیم که همه تویی و جز تو همه هیچ. تو برایم امید محضی، هر نفسی که می کشم در انتظار نفس بعدی می مانم، یعنی به تو امید دارم. خداوندا، لحظات من را قرین رحمت و مهربانیت بفرما و ما را در ادامه راه من تنها مگذار، که یک لحظه بی تو ویرانی دنیایی است. ای همدم و مونس کسی که همدم ندارد،
لحظه های من را با یادت بخیر کن یا رب العالمین. خب بسیار خوش آمدین باز هم به برنامه روشنا و اما نمبر واتساپی ما که شما عزیزان میتونید با ما در ارتباط باشید مثبت 964-780-255-40-13. از این طریق شما عزیزان میتونید که انتقادات، پیشنهادات، سوالات و هر گپ و گفته که دارین میتونید با ما در میان قرار بدین. بسیار خوشحال میشیم از این بابتی که شما عزیزان با ما در ارتباط باشین. و اما ادامه صحبت ها و مباحثی که وظایف زنان در عصر غیبت چه چیزهایی میتونه باشه. انجام واجبات، ای که ما و شما عزیزان بیایم انجام واجبات داشته باشیم، ایمان به خدا داشته باشیم و صبر و استقامت داشته باشیم. اینها مسائل هایی هست که خانم حسنات عزیز برای ما تا به حال بیان کردن و بسیار نکات های ضروری هست در زندگی و ما و شما عزیزان. خب خانم حسنات عزیز، حالا انجام واجبات و ای که خب هر حال صبر و استقامت داشته باشیم در مقابل سختی ها و مشکلات و ایمان به خدا، ای گپایی که شما گفتین هر کدام به صورت فهرستوار هر کدام یک مباحث های بسیار گسترده دیگه ای داره که خب فرصتش نیست و ما شاید در برنامه های بعدی و در سایر موضوعات برنامه های ما گفتگو شده. و حالا انجام واجبات، یک مثال هایی در این رابطه اگر بر ما بیان کنین و بگوین که انجام واجبات بسیار. مثلا چه چیزهایی میتونه باشن؟ انجام واجبات اون چی که خداوند برای ما مقرر کرده در دین مبین اسلام و توسط دین ما به ما هدایت داده شده و توسط پیامبران و اولیا و اوصیای الهی بر ما تبیین شده، عبارت از برپا داشتن نماز است. یعنی یک زن نشه که در بین شبانه روز به خاطر کار و وظایف خانه و منزل یا بیرون از منزل نمازش قضا بشه. چون این نماز هم بر خودش تاثیر گذار است و هم بر بقیه بر اعضای خانواده. نشه که مثلا در ماه مبارک رمضان چیزایی که روزه رو باطل میکنه و اونه رو ندانه. نشه که جمله مطهرات، انجام غسل وضو که جمله مقدمات نماز ما هست، اونا را ندانه. درست. نشه که اون چیز وظیفه مهم و خطیره که خیلی هم امروز روز زنان دچار مشکل هستن برای نسل آینده، ما بیمناکیم از لحاظ چی؟ پوشش و حجاب. درست. این واجب است. بله. که باید یک زن حجاب پوشش داشته باشه. چون این درس و این عادت به اصطلاح فردی اثرگذار است بر دیگران. ما دیدیم بارها که اگر یک مادری انجام واجبات خود بلد نبوده و بچهش گفتم که خب نماز بخوان، گفتن که من بلد نیستم. خب مادرت که نماز میخوانه، گفتن نه مادرم نماز نمیخونه. آها دیگه. بله. مادر که نماز نخونه بچه‌ش کجا نماز بخونه؟ اولادم نمیخونه دیگه. بله. بچه شاگردی هم نکرده. جایی هم نرفته. کلاس هم نرفته. از کی یاد بگیره؟ پس آموزش اولی از مادران آموختن میشه. بله. اولین الگوی اولاد میتونه همون مادر باشه. مادر باشه. یعنی اولین، بزرگترین و مهمترینش هست. وقتی میبینه که مادر پوشش و حجاب داره، خب مسلما اولادم هم همه قسم است. البته یک استثناءاتی هم وجود داره خانم حسنات. بسیار وقتا مثلا ما دیدیم مادر اهل نماز، اهل عبادت، حجاب، پوشش، همه چیز درست، ولی خب مثلا میبینیم که دخترایش نبوده. بله. قسم اینجا باز اون محیط تاثیر مانده. خصوص سواله که یک محیط شده که بله. بسیار محیط خراب است که هیچ قابل اعتماد و اصلا. اعتبار نیست برای خانواده ها. فضای مجازی بر روح بله. انسان ها و تربیت انسان ها چقدر تاثیر گذار بوده. بله. امین مهار کردن از دست مادران سخت است. وظایف سخت، سختتر هم شده. خیلی هم سخت. بله. ولی از خداوند توان خواستن و توانایی خواستن است. ما در قرآن کریم در سوره شمس در آیات 9 و 10 می خوانیم که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم قد افلح من زکاها. رستگار شد و کسی که تقوا پیشه کرد. بله. کی؟ زنان و مردان.
این آیه زنان و مردان شامل میشه. درست. یعنی اگر زنها تقوای الهی رو پیشه بکنن، واجبات خود انجام بدن، مستحبات خود انجام بدن، اینا رستگار شدن، نجات پیدا کردن. بله. وقت خواب من دساها، بعد میفرمایند که نومید و محروم گشت آن کس که نفس خود را به گناه آلوده کرد. اینا گناه هست که یک مادر خانواده خدای نخواسته نماز نخونه، بله، پوشش و ایجاب نداشته باشه، اون اخلاق و فضائل و ارزش های انسانی را رعایت نکنه. اینا همه که گناه هست. میره مثلا در یک مجلس از سر شب تا نیمه های شب نو فارغ میشه که نماز بخونه، وضو بگیره، با او سر و صورت، با او لباس، با او آرایش میتونه که در اون فضا اهل نماز باشن. نه، یک مادری که به نماز پایبند باشه، یک مادری که متطهرات خود بلد باشه، یعنی برای هر کدام یک قاعده و قانون داره. بله. حالا این مجالس که زنان شرکت میکنن به نظرم هفت و باطل است. از سر شب تا نیمه های شب چی که وقتشان خوش بگذره. درستم. بس یک مادر با ایمان و با تقوا نمیتونه که تا نصف شب ملسم، یک شب نیست، همه شب ها هست، بعد شب ها اگر خانه باشن. بله. یا هم نشینی هست، یا هم مثلا دوری همی هست، یا مجالس شادی و شرکت کردن در شادی های مردم هست. بالاخره خوب است، یک نشاط، حالا اون نشاط به اصطلاح موقت و کاذب. کاذب. دفتر مگذره چی جا که در بین اون ملس اگر کارا و امورات افت باطل شنیده بشه، موسیقی و به اصطلاح اون چیزایی که از فرهنگ دینی به دوره، انسان از خدا دور میکنه. بله. یک مقداری هم آدم به اصطلاح انسان به عقیده میسازه. پس اینجا باید که میگن اگر زنان تقوا و ایمان کامل دارن و با خدا خیلی باور دارن که در مقابل این نشاطها، نشاطهای بزرگتر بشان عنایت میکنه، باید رعایت بکنن. بله. خود عادت ندن که همیشه در همچی مجالس حضور داشته باشن. درسته. در حوزه دیگر سازی و اجتماع سازی هم زنان دوباره میگم که بله، وظایف خطیر دارن. بله. زن باید دست فرزند خود را بگیرد و بره اونو با شاگردی تحویل استاد بده. زن باید تلاش بکنم به اصطلاح ما وطنان عزیز ما که میگن او را سیاه کنه به مدرسه، او را شامل کنه. بله. تلاش کنه که او به کلاس شرکت بکنه، آموزش بینه. چرا مادران تلاش میکنن که برن مکتب، مدرسه، دارالقرآن، حسینیه، وقت بر اولاد خود تعیین میکنن. درست. این مقدار باید اولاد مدرسه بره. هموطنان ما لطف خداوند این فرهنگو دارن، این زمان باید برای کورس انگلیسی، این زمان باید برای به اصطلاح قرآن یاد بگیره، به این زمان برای خودش درس بده با چای کوچولور، به این زمان باید برای مدرسه رسمی به اصطلاح، و این زمان برای دکان یا مغازه یک کار بکنه، یک کار باید بکنه. یعنی مادران وقت فرزندان خود پر میسازن که یک لحظه باید بچه هایشان در بین کوچه و بازار به اصطلاح خیابانگرد نباشن. بله. سرک کوچه و بازار به فقان نکشن. یعنی این تربیت که ما میگیم باید در عصر غیبت و در عصر انتظار وظایف زنان هست، ایچی اول آموزش بچه های خود باید روش تالی بدن. بله، این تربیت خودشان آموزش هم دیدن. بله، خودشان جزء وظایف اصلیست دیگر، وظایف اصلی. یعنی بی تفاوت نباشن، خیلی تلاش کنن. یعنی استثناء هست که بگن بعضی بچه ها درس یاد نمیگیرن یا علاقه به مکتب و مدرسه ندارن، خب دلایل وجود داره، یا مثلا تو جیبی دوست دارن یا پول دوست دارن. بله. یا یک ذره تنبل هستن. که مادران باید مشوقشان بشه و وقت برشان تعیین بکنه، با یک سری دستاوردهای خوبی، با یک سری دلایل خوبی بچه ها روادار بکنه که مکتب و مدرسه برن، آموزش ببینن، نماز بخوانن، مسجد برن، دارالقرآن برن، پای سخنرانی های اساتید بشنون. بله. پای برنامه های مفید تلویزیون ها بشنون. گوشی ها رو به دست بچه ها ندن که در فضای مجازی را پیدا بکنن. متاسفانه این مشکل در خانواده ها هست دیگه. حالا این موبایل هست، اونا در داخل از او گیم هست، بازی هاست، انواع هست، فیلم هاست که مصروف علوم و گپ هستن. یعنی بسیار از مکتب و درس و آموزش پس ماندن. خیلی. این وظیفه مادرانه که بازابطه هستن.
مادران که مدبر هستند، مدیران خوب زندگی هستند. ما دیدم به کرات مشاهده کردم که این انحرافات از بچه ها گرفتن، گوشی رو سر دست نمیگذارن، بله، فقط قلم میدن اونا که کوچیکن، برش یا سوره کوچیک میخوانن، قلم و کاغذ میدن که نقاشی بکشن یا این سوره رو بخوانن. یعنی سر به سر بچه با گفتگو و دعوا مرافع نمیگذارن. بله بله. ای به دلش را میرن که او خوب تربیت بشه تا بچه بفهمه که باید به حرف مادر گوش بده. بچه باید بفهمه که مادر دوستشه. بله. بچه باید بفهمه که این زن یا این مادر که در کنار ما هست به اصطلاح محبوب ما هست و ما محبوب او هستم. او از تلطف هم میگی کارا بکی کارا نکن. بله. اون وقت چی وقت بچه احساس میکنه؟ زمانی که مادر با محبت با مهربانی با بچه رفتار بکنه. بله. غذای خوب برش بده. غذای دلخواه برش بده. غذا به دل خود نپزه، غذا به دل پدر بچه ها نپزه، به دل بچه ها بپزه. به خاطر چی؟ یک امانگی بین زن شوهر باید باشه که برای دل بچه ها باید جوری رفتار بکنن که خودشان تربیت کننده نسل آینده. دقیقاً. بله. عصر غیبت باشه. یعنی اگر روابط بین فرزندان اولادا قسم باشه که او روابط دوستانه مثل یک رفیق آقلانه باشن و عادلانه، مثل یک دوست، مثل امراض، او وقت است که این روابط پیوند محکم تر بینشان ایجاد میکنن. بله. و او وقت است که مادر یا پدر به راحتی میتونه همون تربیتی که هست او را اونا را به اون طریق پیش ببره، امرو نهی کنه، بگه یکی کارا بکنن یا یکی کارا نکنن. ولی اگر روابط خراب باشه، او پیوند دوستانه بینشان نباشه، دیگه مسلم است دیگه، پدر یک چیز میگه، اولاد یک چیز میگه، مادر یک چیز میگه، او یک چیز میگه، وقت دیگه پدر و مادر تربیت نمیکنه، محیط او را تربیت میکنه. یعنی وقتی یک زن پایبند به اوامر و نواهی الهی باشد، میتونه خودش بهترین انسان باشه که به دیگران را هدایت و تربیت بکنه. بله. پس امر به معروف و نهی از منکر از وظایف مادران است. از وظایف زنان است. زن میتونه که به یک دختر جوان حتی در بین بازار، این از وظایف زنان است، تذکر بده که موی خود را بپوشاند. حالا مثلا در رابطه با همین موضوع ما شاهد یک ماجراهایی بودیم که مثلا دختر بوده که حجاب نداشته، چادر خود را درست نپوشیده بوده. یک زن آمد برش گفته بوده که دخترم مویات به طور داخل کو خوب نیست، حجاب داشته باش. جنگ شدک، باور میکنین؟ یعنی دختری که مثلا در این عصر، در این محیط و در این جامعه که امروزی میبینیم کلان شده و در جامعه به او قسم را میگرده، وقتی که یک زن بیای به او بگوید که این قسم کو، میگه به خودت ایت ربط نداره، من هر رقمه که خوش دارم به اون قسم من بیرون میایم، چادر به هر رقم خوش داشته باشم اونو قسم میپوشم. خب چه قسم شوه؟ بله. او دنیا برش اثر گذاشته، یعنی رو روان این دختر، یعنی یک نوع خاص کال. بله. داره که گفته شوه. بله. نوع خاص به این به اصطلاح اول ای که کسی که امر به معروف و نهی از منکر میکنه، خداوند میگه ما حامی و پشتیبانش هستم. بله. یعنی نه ترسه از این که چی رفتارهای را میبینه. بله. یکی از تاثیرات امر به معروف و نهی از منکر اینه که اگرم نشنوه، اگرم جنگ و دعوا بکنه، اگرم عمل نکنه، اگرم به اصطلاح سر باز بنه، ولی تو ذهنش هست که این کار من ناشایست بوده. یک جلقه از این از او زده شده. یک روز به این باور که بزرگتر شود، عاقلتر شود، میرسد که کاری که من انجام دادم ناشایست بوده و اون خانم یا کسی که به من تذکر داده درست و معقول بوده. یعنی تو بگو و از این مسئولیت خود نکش تا شاید زمان بر این انسان اثر بگذاره. و این ایجاب اگر بازیا بگن این از وظایف شخصی من است، خواستهای فردی من است، من میدونم که در اجتماع چگونه باشم، نه، تو در یک جامعه و اجتماع با این کار تمرا به انحراف میکشانی. بله. مشوق دیگران میشی، این کار تو تاثیرگذار است. این پوشیدن لباس تو متاسفانه در بازار مسلمین باید همچی لباس های برای بیرون ارزانشه. یعنی منتوهای امروز ما به اصطلاح اون روپوش های امروز ما لباس های مجلسی است که در بین بازار از استفاده میشه.
اینا باید اول پیگیری بشه و مثلا طبق قانون اون به اصطلاح روند شهروندی یا یک کشور یا یک شهر باید جای به جای بشه که لباس پوشش یک زن مسلمان مطابق ایده‌ها و رفتارهای دینیش باشه. درستن. ولی متاسفانه وقتی به فضای مجازی نگاه میکنن، به فرهنگ منحط غرب نگاه میکنن، خودم پیرو اونا میدانن و نمیدانن که اینا مسلمان هستن. حال متاسفانه سریال هایی هم که پخش میشه در جامعه ما، سریال های ترکیوی یا هندی، اینا که اصلا تمام خانواده رو به عراق بردن، یعنی از خوراک غذا خانواده ها موندن، از عبادت و خداپرستی موندن، فقط اونمو شایق و سوال سریال ها هستن که تماشا بکنن و از امون طریق الگو میگیرن اونو چی پوشید، اونو چی قسم کد، اونو چی میکنه، اونو چی قسم گپ میزنه، اونو چی قسم رفتار میکنه. البته خدا نکنه که قسم باشه، ولی خب میتونه که تأثیر گذار باشه. بله، تأثیر گذار باشه در جامعه سنی. ولی لطف خداوند هدیه که پی بردن و از جمله زنانی هستن، یعنی ما شکر بحث ما روی زنان است که زنان منتظر واقعی در عصر غیبت هستن، این فرهنگ ندارن. بله. در مقابل این فرهنگ جواب دارن، حرف برای گفتن دارن. که تو اگر ما بین بازار به این قسم پیش روی نامحرم میگردی، این از وظایف تو نیست. درسته که تو فردن خود اینجوری کردی، اما روح و روان دیگران به هم میزنی. بله. به اصطلاح چشم دیگران رو به خود جذب میکنی. هم آقایون و هم خانما دختران رو یاد میگیرن. امروز ما میبینیم که یک فرهنگ غلط رایج شده و به اصطلاح رواج پیدا کرده، میبینیم بقیه هم یاد گرفتن. بعید میدونه انسان که یک جامعه اسلامی و تشه اینجوری. بله. خب در عصر غیبت که ما باید جامعه اصلاح شده داشته باشیم که آقا زور بکنه. بله، تا جامعه ما باید زمین ساز باشه. بله، اگر زمین ساز نباشیم این زور به تعویق میفته. دقیقاً. پس بین رنج بکشیم بگین تا بله. دنیا بمیریم و نبینیم. یعنی ما هر چقدر که صبر کنیم، ولی او وظایفی که به عهده داریم و او مسئولیت هایی که به عهده داریم اونا رو نفهمیم و عمل نکنیم، او چیزی که میخواهیم و هر چقدر هم که دعا کنیم فایده نداره. باید اون مسئولیت های خود بله. وظایف خود یعنی ما در رفتار و عمل و گفتار نشان بدیم. بسیار عالی، تشکر میکنیم خانم حسنات. وقت ما خلاص شده، ادامه مباحث انشالله میمانیم برای هفته دیگه. بخیر، به سلامتی زنده باشین. تشکر میکنیم از صحبت هایتان. حضور شما هم خدافظی میکنیم و شما عزیزان بیننده تشکر از همراهی گرمتان. امیدوار هستم که در هفته های آینده باز هم بتانیم نسبت به این موضوعات با شما عزیزان همراه باشیم. خب تشکر از همراهی گرم، شما رو به خدای بزرگ میسپارم. لحظات ملکوتی از آن به وقت کابل. امیدوار هستم که از این لحظات نهایت استفاده را ببرین و راز و نیاز و مناجات با خداوند را داشته باشین. خدا نگهدار. عليك يا أجمل خلق